سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به فیلم لو رفته از منزل لاکچری محمد رضا گلزار در دبی و بازی با حیوان خونگیش میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. رضا گلزار که در چند ماهه اخیر بعد از خیزش سراسری بارها مورد انتقاد مردم و طرفدارانش قرار گرفته و شدیداً حتی از صفحه شخصیش هم خیلی ها کم شدن، این روزها در دبی اقامت داره و حالا توجه ها رو دوباره به خودش جلب کرده. او که مدتی پیش به خاطر متنی جنجالی و به گفته منتقدانش توهین به مردم این متن رو منتشر کرده بود و نوشته بود: حتی اگر برای مردم دراز بکشید تا از رویتان رد شوند، بسیاری از آنها شاکی خواهند بود که به اندازه کافی پهن نیستید. مراقب باشید که وقت و انرژی با ارزش خود را فقط برای افرادی خرج کنید که ارزشش را دارند. با این متن مورد انتقاد خیلی ها قرار داشت. حالا این متن رو منتشر کرد و نوشت: این جمله رو بنویس بچسبون به دیوار. اگه به خودت احترام نگذاری، هیچ کس بهت احترام نمیگذاره. اگه تو خودت رو دوست نداشته باشی، هیچ کس دوستت نخواهد داشت. اگه تو برای خودت تلاش نکنی، هیچ کس برات تلاش نمیکنه. اگه خودت با خودت خوب رفتار نکنی، هیچ کس باهات خوب رفتار نمیکنه. اگه امروز هیچ کس بهت نگفته من یادت میارم چقدر دوست داشتنی و کافی هستی. قابل افتخاری، چون با وجود همه سختی ها برای ساختن هدف ها تلاش میکنی. تنهایی چه سختی هایی رو تحمل کردی. او که بعد از این حواشی و اتفاقات حالا در خانه لاکچریش در برجی در دبی ویدیویی منتشر کرده و از خونه لاکچریش رو نمایی کرده و با حیوان خونگی گرون قیمتش این فیلم رو به اشتراک گذاشت. او در ادامه برای عید نوروز و سال جدید این متن رو منتشر کرد و نوشت: سال نو بر همگی مبارک. 1401 هم گذشت و به رسم هر سال برای مردم صبور و با اصالت ایران آرامش و شادی آرزو می کنم و امیدوارم همگی سالیان سال در کنار خانواده و عزیزانشون بهترین ها رو سپری کنند و از خدا می خوام رحمتش رو بر سر همگی ما باران کند، برکتش را بر سفره‌هایمان فراوان، روزی‌هایمان را پر از شادی و گردش روزگار را آسان کند. او در ادامه هم این متن را منتشر کرده بود و نوشته بود: همین روزها اتفاقات خوب خواهند افتاد. درست وسط روزمرگی‌هایمان، دلخوشی‌ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار به سمت ما روانه خواهند شد. شب‌هایی را می‌بینم که از خستگی شادی و لبخند روزهایمان می‌خوابیم و صبح‌هایی که با اشتیاق دلخوشی‌های تازه بیدار می‌شویم. من شک ندارم یکی از همین روزها همه چیز درست خواهد شد. او همچنین با این متن هم نوشته: انعکاس چیزی باش که می‌خوای در دیگران ببینی. اگه عشق می‌خوای، عشق بورز. اگه صداقت می‌خوای، راستگو باش و اگه احترام می‌خوای، احترام بذار. با موج اعتراضات بعد از خیزش سراسری و البته سرکوب مردم در خیابان‌ها، برخی سلبریتی‌ها با حمایت از مردم و با انتشار متن و استوری از این خیزش انقلابی حمایت کردند. در همون ابتدا کسانی مانند علی دایی و بازیگران دیگر با حمایت شدید از مردم پای مردم ایستاد و حتی در صف خیابان‌ها هم در کنار مردم معترض دیده شدند و کارشون به ممنوع خروجی هم کشید. اما این سلبریتی ها طرفدارانی که اونها رو به این جایگاه رسوندند و در خیابان ها برای کمترین خواسته خودشون می جنگیدند رو نادیده نگرفتن و همچنان در کنار مردم ایستادن، هرچند که بدون عواقب هم براشون نبود. اما برخی از هنرمندان مشهور دیگه سکوت اختیار کردند و هرگز به این خیزش نزدیک هم نشدند. با این حال انتشار متن‌های حمایتی از این سلبریتی‌های مشهور که صف دیدارشون از نزدیک یک خیابان اتوبان رو بند می‌آورد به حدی رسیده بود که درست در زمانی که زنان و مردان بی‌دفاع در خیابون به بدترین شکل ممکن و برخورد وحشیانه روبرو می‌شدند، حمایت می‌شدند که هرگز چنین اتفاقی نیفتاد.
رضا گلزار که مدت‌ها بود سکوت اختیار کرده بود و قطعاً در فضای مجازی می‌دید چه اتفاقی در کشور در حال وقوعه، اما باز هم سکوت اختیار کرد، در نوع خودش انسان جالب توجهی بود. رضا گلزار مدتی پیش هم متنی منتشر کرده بود و نوشته بود: هر کس در دالان زندگی خودش با مشکلات و پیچیدگی‌های جهان خودش دست و پنجه نرم می‌کند. هر کس دنبال راه گریز یا میانبری است برای رهایی از رنج‌ها یا موانعی که راه رسیدن به خواسته‌هاش رو مسدود کرده. عده‌ای با تمام دشواری می‌ایستند، مقابله می‌کنند و با تمام سختی به قول مشکلاتشون پیروز می‌شوند و جهان را با پستی‌ها و بلندی‌های آن پذیرفتند. عده‌ای توان مقابله را در خودشان نمی‌بینند. کنار می‌کشند و خود را به بی‌خیالی می‌زنند. و عده دیگری نه بیخیال می شوند، نه جسارت و طاقت جنگیدن و ادامه دادن دارند و مشکل دقیقا همین آدم ها هستند. همین ها که تصور می کنند فقط خودشانند که مشکل دارند و فقط خودشانند که رنج می کشند و فقط خودشانند که حقشان پایمال شده و در شرایط درستی قرار نگرفتند. همین ها که باطل زندگی خودشان را با ظاهر زندگی دیگران قیاس می کنند و احساس ناکامی عمیقی بهشان دست می دهد. همین ها که از کاه کوه می سازند و نه خودشان زندگی می کنند، نه اجازه می دهند دیگران زندگیشان را بکنند. همین ها. او در ادامه هم چندی پیش با انتشار این متن نوشت: اصالت رو نه می شه خرید، نه می شه عداشو در آورد. اصالت یعنی من راه درست رو میرم، حتی اگه هیچ کس متوجهش نشه. اصالت یعنی حق کسی رو نمیخورم، حتی اگه به ضررم تموم شه. اصالت یعنی دروغ نمیگم، چون از حقیقت ترسی ندارم. اصالت یعنی خیانت نمیکنم، نه به این خاطر که کسی نمیفهمه، بلکه به این دلیل که برای خودم شخصیت و احترام قائل هستم. اصالت یعنی دل کسی رو نمیشکنم، چون میدونم با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری. اصالت یعنی دوست نداری دورو باشی، چون صداقتت انتخاب تو بوده و این اسمش بی ارزگی نیست، اسمش اصالته. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.